بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، همینطور که گفتم قرار هست که ما موضوع مطالعات مالی و اقتصادی رو با کمک نرم افزار کامفار با هم پیش ببریم و همینطور که گفتم بخش اول موضوع ما موضوع مبانی و مفاهیم اولیه است. خب هدف ما توی این دوره در واقع کار کردن با نرم افزار کامفاره، اما مسئله ای که هست اینه که نرم افزار کامفار واقعیتش من معتقدم یه ماشین حساب پیشرفته است، بنابراین هوشمندی چندانی درش گنجونده نشده که به شما توی محاسبات اقتصادی و مالی کمک کنه، هرچند که یک نرم افزار جامع و تقریبا تمام پارامترهایی که ما میخوایم رو در بر میگیره. اما مسئله اصلی اینه که به هر حال خیلی مهمه که شما به عنوان یک تحلیلگر مالی چه داده ها و چه ورودی هایی رو به نرم افزار دارین میدین و چه خروجی هایی ازش میگیرین. بنابراین شما به عنوان یک تحلیلگر مالی حتما باید بدونید و بتوانید که اطلاعات ورودی که قرار هست شما وارد پروژه کنید رو ارزیابی کنید و اطلاعات خروجی رو تحلیل کنید. به هر حال معمولا یک مطالعه امکان سنجی به صورت تیمی انجام میشه، پس افراد دیگری هستند که شما باید راهنماییشون کنید که چه داده هایی رو برای شما جمع‌آوری کنید. از طرف دیگر ممکنه سرمایه گذاری که شما دارین بهش مشاوره میدین یا طرحی که بررسی میکنید رو باید بتونید خروجی ها، نتایج و در واقع ویژگی های اون پروژه اقتصادی رو تحلیل کنید و به سرمایه گذار توضیح بدید، تشریح کنید که اینا چیه. بنابراین معتقدم مهمتر از این که ما کار کردن با نرم افزار رو بلد باشیم، آشنایی و تسلط روی مفاهیم اقتصادی است که به ما کمک میکنه و هدفمون توی بخش اول این دوره اینه که بخشی از مفاهیم مربوط به مطالعات مالی برای پروژه های سرمایه گذاری رو با هم مرور کنیم. اولین سوال اینه که اصلا چرا ما نیاز به مطالعات مالی داریم و چرا تحلیل اقتصادی انجام میدیم؟ خب خیلی پیش میاد که مطالعات یا پروژه هایی به ما ارجاع میشه و انشالله در آینده به شما ارجاع میشه که قرار هست مطالعات اقتصادیش انجام بدید. یکی از پارامترهای خیلی مهم در هر سرمایه گذاری بررسی جذابیت های اقتصادی پروژه است، این که اصلا اون پروژه سوددهی لازم رو برای سرمایه گذاری داره یا نه. یکی دیگه از اهداف ما این هست که بتونیم در واقع پکیج یا بسته امکان سنجی یک پروژه رو تدوین کنیم که یکی از بخش‌های مهم بسته امکان سنجی خب مطالعات مالی است. و یکی دیگه از اهدافی که ما داریم اینه که خب خیلی وقت ممکنه چند پروژه اقتصادی و مالی در کنار هم مورد بررسی قرار بگیره و این ابزار و این پارامترها به ما کمک میکنن که بتونیم این پروژه ها رو اولویت بندی کنیم و پروژه‌ای که بهتر هست رو انتخاب کنیم.